اعتراض و اعتصاب در تهران، اهواز، ایلام، عراق و بانه. عادل الجبیر: به دلیل تروریسم باید تحریم‌های بیشتری علیه رژیم ایران اعمال شود. مایک پومپئو: رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. با سلام خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، با هم مروری می‌کنیم بر آخرین اخبار ایران و جهان. اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق که از سراسر کشور به تهران رفته بودند، در مقابل وزارت نیروی رژیم تجمع کردند. آنها در اعتراض به اجرایی نشدن بخشنامه تغییر وضعیت تجمع کردند. در اهواز جمعی از خانواده‌های بازداشت شدگان تظاهرات فروردین اهواز در مقابل دادگاه رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به بلا تکلیفی فرزندانشان این تجمع اعتراضی را برپا کردند. در ایلام اعتصاب کارگران بومی مجتمع پتروشیمی روز یکشنبه همچنان ادامه داشت. آنها در اعتراض به استخدام نکردن کارگران بومی اعتصاب کردند و با بستن تمامی جاده‌های مجتمع پتروشیمی آن را به تعطیلی کشاندند. در عراق کارگران شرکت هپکو به نشانه اعتراض به شرایط بد اقتصادی بنر روز کارگر رژیم آخوندی را واژگون کردند. بازاریان بانه در ادامه اعتصاب و اعتراضات خود امروز برای 15 روز متوالی از باز کردن مغازه‌های خود امتناع کردند. این اعتصاب از روز 26 فروردین ماه در اعتراض به بستن مرز از سوی رژیم آخوندی و افزایش تعرفه گمرکی آغاز شده است. بر اساس خبرهای تکمیلی، بازاریان بانه در مقابل فرمانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. توجه شما را به گزارش خبرنگار سیمای آزادی از بانه جلب می‌کنیم. تجمع مردم بانه جلوی فرمانداری یکشنبه 9 اردیبهشت، خبرنگار سیمای آزادی از کردستان. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری مشترک با مایک پومپئو همتای آمریکایی خود بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه رژیم ایران به خاطر حمایت از تروریسم تاکید کرد. فيما يتعلق بإيران كما ذكرنا في الماضي المملكة العربية السعودية تؤيد سياسة الرئيس ترامب. عادل الجبیر گفت کشورش از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال رژیم ایران به ویژه در موضوع توافق هسته‌ای حمایت می‌کند. جهود تحسین الاتفاقیه النوویه الایرانیه نعتقد ان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت رژیم ایران کل این منطقه را بی‌ثبات می‌کند. از شبه نظامیان نیابتی و گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. شبه نظامیان حوثی در یمن را مسلح می‌کند و فعالیت‌های هک کردن اینترنتی را پیش می‌برد. رژیم ایران از رژیم جنایتکار اسد حمایت می‌کند و در واقع بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ما مصمم هستیم که مطمئن شویم این رژیم هرگز به سلاح اتمی دسترسی پیدا نکند. Iran destabilizes this entire region. It supports proxy militias and terrorist groups. It is an arms dealer to the Houthi rebels in Yemen, and Iran conducts cyber hacking campaigns. And it supports the murderous Assad regime as well. Unlike the prior administration, we will not neglect the vast scope of Iran's terrorism. It is indeed the greatest sponsor of terrorism in the world, and we are determined to make sure it never possesses. زندانی سیاسی علی معزی، پدر دو مجاهد اشرفی که در زندان تهران بزرگ محبوس است، طی پیامی روز جهانی کارگر را به کارگران و زحمتکشان ایران تبریک گفت. در قسمتی از پیام علی معزی آمده است: اعتراض و اعتصابات کارگران و اقشار مزدبگیر در صورتی گره گشاست که با مبارزات مردم ایران برای برچیدن این نظام قاتل و فاسد یک کاسه و یک پارچه شود. زیرا تا این سیستم برقرار است، هیچ درمانی برای دردهای کارگران و زحمتکشان
و سایر مشکلات از جمله اقوام و ملیت‌ها و یا مسائل زنان و جوانان وجود ندارد. همگی همراه هم تا هنگام بهروزی و تا هنگام پیروزی. بینندگان عزیز، با تشکر و سپاس از همراهی شما تا بخش بعدی در یک نگاه، خدا نگهدار.